الله الرحمن الرحیم دوست عزیز، امیدوارم دارای صحت کامل باشیم. باز هم در این ویدیوی آموزشی امروز در مورد عملی راه اندازی فیلوور کلاستر صحبت میکنیم. دوست عزیز، در این ویدیوی آموزشی ما میخوانیم که چطور ما میتونیم فیلوور کلاستر را به خاطر آی پر وی سرورهایی که به داخل شبکه ما وجود دارد راه اندازی کنیم. خب دوستا، ما اولا میریم مکمل سناریو را تشریح میکنیم و بعد از تشریح سناریو ما میریم عملی کار میکنیم و شما هم دوست عزیز توجه داشته باشید وقتی میخواین این درس عملی کار کنید، همه قسم یک سناریو را آماده بسازید تا اینکه بتونید راحتتر و خوبتر شما پیش برین و دچار کدام مشکل نشین. دوست عزیز، در قسمت شما میبینین که ما یک دومین کنترلر داریم. نام دومین ما به نام تاپ تکنولوژی سی بی تی داد اف است و آی پی از 192.168.1.1 است و مقصد ما به داخل شبکه دو دانه سرور قرار دادیم که من حیث آی پی وی سرور کار میکنن اینا. و دوستای عزیز، ببینید که رول آی پر وی را ما به روی هر دوی از این سرورها نصب کردیم تا اینکه بتونیم به داخل آی پر وی سرورها ورچوال ماشین ها را کریت کنیم یا ایجاد کنیم و داخل ورچوال ماشین ها ما بتونیم سیستم های عامل سرور را نصب کنیم. و دیگه دوستای عزیز، میبینید که ما اسم از این سرورها را یا به نام آی پر وی 1 میمونیم یا به نام نود 1 میمونیم. ما گفتیم وقتی که ما سرورها را شامل یک فیلوور کلاستر میسازیم یا اضافه میکنیم به داخل یک فیلوور کلاستر، توجه داشته باشید که ما میتونیم این سرورها رو به نام نود یاد بکنیم. و مهمی است وقتی که شما میخواین این سرورها رو شامل یک فیلوور کلاستر بسازید، باید ایارا به دومین خود جاین کنید، یعنی ممبر دومین خود بسازید. و شما میفهمین که ما دومین کنترلر داریم و فقط این سرورها رو تحت مدیریت واحد میاریم، یعنی شامل یک شبکه میسازیم. و در اینجا ما برای هر سرور خود میبینیم، برای هر آی پی وی سرور خود ما 3 دانه کارت شبکه را اضافه کردیم. یک دانه کارت شبکه را که ما به نام اینترنال کانکشن نامگذاری کردیم، دوستای عزیز توجه داشته باشین، این را ما از رنج آی پی که دومین کنترلر ما و شماست، از این رنج ما آی پی داریم. و این آی پی به خاطر از این است که تمام دیوایس هایی که داخل شبکه وجود دارن میتونن با یک دیگه کامیکیشن و یا ارتباطات برقرار شوه بین اینا، یعنی میتونن که با هم دیگه صحبت بکنن. یعنی در یک نتورکی که شما کار میکنین، شما میتونین با سایر از دستگاه هایی که داخل شبکه هست شما میتونین با اونا کامیکیشن داشته باشین و یا ارتباطات برقرار کرده بتونین. کلاینت ها میتونن با هم صحبت بکنن، کلاینت ها میتونن با سرور کامیکیشن بکنن، سرور آی پی سرور ها میتونن روی دومین کنترلر کامیکیشن کنن، آی پی سرور ها میتونن با کلاین ها خدمات بده. در کل ما میبینیم ارتباطات داخل شبکه است. این آی سی کارت یا کارت شبکه دیگری که ما به آی پی سرور اضافه کردیم که به نام کلاستر کانکشن نام شماندیم دوست عزیز، و از یک نتورک دیگه ما ای آی پی دادیم، از یک رنج دیگه ما ای آی پی دادیم، از یک کاملا از یک کلاس دیگه ما ای را آی پی دادیم. ببینید دوست عزیز، ما از کلاس ای به طور مثال اینجا آی پی اضافه کردیم. پس میبینید این آی سی کارت فقط به خاطر از این است که تعداد سرورهایی که اگر به داخل یک فیلوور کلاستر قرار میگیرن بتونن با یک دیگه ارتباط برقرار کنن و یک پکت بینشان همیشه و تغییر و تبدیل شوه. او پکت به نام اپدیت میگن که تا بتونن از وضعیت یکی دیگه ای آی پی وی سرورها با خبر باشن که قبلا هم براتون تشریح کردم. و یک این آی سی کارت دیگه که شما میبینید دوست عزیز ما اضافه کردیم برام استوریج کانکشن مونده و ایره هم از یک نتورک دیگه از رنج کلاس، از یک رنج دیگه کلاس سی ما ایره آی پی دادیم و این نتورک مختلف از دوستا شما میبینید. در اینجا شما میبینید که ما برای یک نتورک دیگر استفاده کنیم، یک آی پی دیگه داریم. این آی سی کارت فقط وظیفش ای است که بتونه آی پی وی سرور فعلی با استوریج باس، یعنی سرور را که ما من حیث استوریج قرار میدیم با او ارتباط برقرار بکنن. و هم اقسم دو سایز شما میبینین که آی پی وی سرور دوم هم دو سایز ما شما ممبر دومین باید بسازیم، جاین در دومین کنیم و همچنان ما 3 دانه کارت شبکه برش اضافه کنیم که یک کارت شبکه بتانه به داخل شبکه به کلاینت ها خدمات بده و بتانه با دومین کنترلر ارتباط برقرار بکنن، در کل با تمام دستگاه هایی که به داخل شبکه هستن ارتباط برقرار بکنن. و یک دانه NIC کارت دیگه ما برش اضافه کردیم تا بتونه که یک پکت اپدیت با از یعنی برای سرورهایی که به داخل سرورهای موجود که به داخل یک فیلوور کلاستر است با اونها پکت ارسال بکنه تا از وضعیت یکی دیگه با خبر باشن، یکی دیگه را همیشه وقت اپدیت نگاه بکنن.
و یک NIC کارت و یک کارت شبکه دیگری که شما در اسمان میبینید ما اضافه کردیم به نام استوریج کنکشن. این را هم ما یک آی پی را دادیم که از یک رنج دیگه ما این را آی پی دادیم که این هم فقط NIC کارت و یک کارت شبکه است که ارتباط برقرار بکنه همراه استوریج. خب دوستان و خود ما حالا دوستان عزیز میبینیم که آی پی سرورها را ما گفتیم به یک محل و یا به یک موقع نیاز دارن تا از یک استوریج به طور مشترک استفاده بکنن. پس دوستای عزیز ما میتونیم به جای یک دانه سرور ما یک سن استوریج دیوایس استفاده کنیم، اما ما گفتیم که اگر ما سن استوریج دیوایس استفاده کنیم میتونیم با مشکلات بودجه روبرو شیم، یعنی یک بودجه دیگه را ما باید اختصاص بدیم تا یک سن استوریج دیوایس خریداری کنیم. ما در اینجا به جای یک سن استوریج دیوایس یک سرور قرار داریم تا اینکه این سرور بتونه من حیث یک استوریج به داخل شبکه شما کار بکنه و این سرور هم شما ناگزیر هستیم که باید منبر دومین خود بسازید. خب دوستان حال شما میبینید که به سروری که ما من حیث استوریج هم قرار دادیم دو کارت شبکه داره. یک کارت شبکه شما اینترنال است که با سایر از درگاه‌هایی که به داخل شبکه شما وجود داره با اونها ارتباط برقرار بکنه. و طور مثال ببینید اگر شما میبینید رنج آی پی را که ما بر کار شبکه اول اضافه کردیم از رنج دومین کنترلر ما شما است. پس دوستان به این خاطر ما میتونیم که سرور فعلی را شامل دومین خود بسازیم. با دومین کنترلر ارتباط برقرار میکنه و میتونه که تحت مدیریت واحد این سرور هم شود. و دوستان عزیز شما میبینید که یک کار شبکه دیگه داره به نام استوریج کانکشن است. و شما میبینید که ما از رنج که برای استوریج برای آی پی سرورها آی پی داده بودیم ما از این رنج برای کارت شبکه دوم از سرور استوریج هم آی پی اضافه کردیم و به خاطر از این است که آی پی سرورها بتونن با این سرور فعلی ارتباط برقرار بکنن و آی پی سرورها بتونن از یک حافظه مشترک در عین زمان استفاده بکنن. شما میبینید که ما برای این سرور رول آیسکودی تارگت سرور نیز نصب کردیم. چرا ما نصب کردیم؟ به خاطر از این نصب میکنیم که سرور فعلی بتونه با یک سن استوریج دیوایس تبدیل شود و همچنان بتونیم که ورچوال هارد دیسک ها ما ایجاد بکنیم. پس دوستا با انسال کردن رول آیسکوزی تارگت سرور شما قادر هستید که سرور فعلی را با یک سن استوریج دیوایس تبدیل کنید و همچنان میتونید که ورچوال هارد دیسک ها را ایجاد بکنید. حالا وقتی ما بخوایم که سرورهای موجود به داخل یک فیلوور کلاستر یا آی پی سرورهای موجود به داخل فیلوور کلاستر بتونن از یک حافظه مشترک اگر استفاده کنن، ما مجبور مکلف هستیم که به داخل این سرورها آیسکوزی اینیشیتور رو باید کانفیگریشن و تنظیمات کنیم. به داخل هر یک از این سرورها باید آیسکوزی اینیشیتور رو شما باید کانفیگریشن و تنظیمات کنیم که ما در درس‌های آیسکوزی تارگت سرور خواندیم این موضوعات مکمل. پس وقتی که شما آیسکوزی اینیشیتور رو بر روی تمام سرورهای موجود به داخل فیلوور کلاستر کانفیگریشن و تنظیمات می‌کنین، پس این سرورها قادر به این میشن که از طریق پروتکل آیسکوزی با سن استوریج و یا با سروری که ما من حیث استوریج قرار داریم ارتباط برقرار بکنن و دیتاها و معلومات خود را به داخل این ذخیره سازی بکنن. خب دوستان عزیز حالا اگر شما قصد دارین که تمام آی پی سرورهای موجود به داخل شبکه را شامل یک فیلوور کلاستر بسازین، شما مجبور و مکلف هستین که بر روی تمام سرورها باید فیوچر و یا ویژگی فیلوور کلاسترینگ باید نصب کنید تا اینکه بتونید این سرورها را شامل یک فیلوور کلاستر بسازید یا شامل یک گروپ بسازید. پس ما میریم نظر به سناریوی خود دوست عزیز، ما عملی کار میکنیم. خب دوست عزیز حالا ما میایم عملی کار میکنیم. در این قسمت شما ببینید که ما با کمبود منابع سخت افزاری روبرو هستیم در این کامپیوتر و ما نمیتونیم که 4 دانه سرور داشته باشیم نظر به سناریوی خود. البته ما دو سرور فعلا دارم در این قسمت که یک دانه سرور هم من و حیث آی پی وی سرور قرار دادیم و هم دومین کنترلر و میخواستم سرور دوم شما میبینید که هم من حیث استوریج قرار دادیم و هم من حیث آی پی وی سرور دوم. دوستای عزیز دیگه شما هم میتونین به این سناریو کار کنین اگر با کمبود منابع سخت افزاری روبرو هستید. اگر با کمبود منابع سخت افزاری روبرو نیستین شما دوست عزیز میتونین که نظر به سناریویی که ما تشریح کردیم نظر به مو پیش برین. ما
خب دوست عزیز، حالا میبینید که ما سرور فعلی را از قبل یک دومین کنترلر ساختیم و همچنان رول آی پر وی را بر روی از این نصب کردیم و یا انستال کردیم. یک آی پی داریم دوست عزیز 192.168.1.1 و همچنان دومین نیم ما شما تاپ تکنولوژی سی بی تی داده ایف است. و دوست عزیز شما میبینید که ما فعلا از یک کارت شبکه استفاده میکنیم. در این سناریوی فعلی چون ما 4 دانه سرور نداریم، یک دانه کارت شبکه ضروری است، یعنی یک دانه کارت شبکه نیاز است، چندین دانه کارت شبکه مو شما نیاز نداره. اما این در اصل اکسل کانفیگریشن نمیشه. با این سناریویی که من فعلا کار میکنم با اکسل یک سناریو کار نمیشه. ما فعلا مجبور و مکلف هستیم که چون منابع سخت افزاری از کامپیوتر کم است، من نمیتونم چندین دانه سرور داشته باشم. اما شما در دنیای ریال یا اصلی یا دنیای، یعنی در ریال انوایرمنت شما اگر کار میکنید، سناریویی که براتون تشریح کردم در سلاید میتونید با ما قسم شما پیش بریم. و حال دوستای عزیز، ما فقط یک آی پی دادیم 192.168.1.1. خب دوستا، و ما بروی این سرور دوستا توجه داشته باشید که فیل ور کلاستر ما باید فیوچرش را نصب کنیم، به خاطر از اینکه این سرور فیلی خودش یک آی پی سرور است و ما می خواهیم که آی پی سرورهای موجود در داخل شبکه را، یعنی برشان یک فیلوور کلاستر بسازیم یا شامل فیلوور کلاستر اینا رو بسازیم. پس ما مجبور مطلق هستیم که فیوچر فیلوور کلاستر با اینجا نصب بکنیم، با سرور فیلی هم نصب بکنیم. و بعدا دوستای عزیز، شما باید آیس گازی اینیشیتور را در اینجا تنظیمات کنید، به خاطر از اینکه بتاره این سرور فیلی، یعنی آی پی سرور فیلی ما توسط با پروتکل آیس گازی با یعنی سرور استوریج ما ارتباط برقرار بکنه و همون معلومات های ضروریش به داخل استوریج سرور با شما ذخیره سازی بکنن. و دیگه دوست عزیز شما میبینین که ما در سرور دیگه قرار گرفتیم که این سرور هم با شما من حیث یک استوریج معرفی کردیم دوست عزیز، یعنی به ایمانو که این سرور با شما یک استوریج هم باشه و در فالوز ای که میگیم این سرور ما یک استوریج باشه، ما گفتیم که آی پی وی سرور هم باشه، یعنی مثل آی پی وی سرور باید کار بکنه. و آی پی سرور هم رول شما نصب کردیم که فعلا داریم در اینجا و یک آی پی داریم 192.168.1.2 و ما فعلا ارتباط داریم با دومین کنترلر خود و تانستیم به می خاطر که این سرور هم از قبل ما جاین در دومین کنیم، یعنی وصل به یک شبکه بسازیم. و دوست عزیز بروی دی سرور ما می تانیم که آیس کازی تارگت سرور رول هم نصب کنیم، به خاطر از اینکه این سرور ما شما من حیث استوریج هم قرار دادیم تا اینکه این سرور ما شما با یک سن استوریج دیوایس تبدیل شوه و ما بتونیم که به داخل از این یک ورچوال هارد دیسک کریت بکنیم تا اینکه باشه تمام های پر سرور ها و داخل از این دیتا و معلومات خود را ذخیره سازی بکنند و از یک حافظه مشترک آی پر سرور های ما استفاده بکنند. خب دوستا، و دیگه ما مجبور مکلف هستیم که برای این سرور فیلی فیلوور کلاستر ما نصب بکنیم، به خاطر اینکه سرور خودش گفتیم باز هم یک آی پی وی سرور است. پس ما اینمی سرورها را، همین آی پی وی سرورها را ما میخواهیم که یعنی به داخل فیلوور کلاستر بسازیم، یعنی برشان یک فیلوور کلاستر بسازیم و بعد شما باید فیلوور کلاستر را کانفیگریشن کنین و بعد برای این سرور همچنان دوستای عزیز شما آیس کازی اینیشیتور را کانفیگریشن کنید، به خاطر از اینکه توسط با پروتکل آیس کازی بتونه با خودش، چون خود از یک استوریج سرور هم است، ارتباط برقرار بکنه و از حافظه مشترک استفاده بکنه و دیتا و معلومات هایش را به داخل این سرور فیلی که خودش یک استوریج هم است به داخل یعنی به داخل خودش ذخیره سازی بکنه. پس دوست عزیز ما میریم یک جا این عملیه ها را انجام میدیم. خب دوستا، حالا اولین کاری که ما انجام میدیم در این سرور، ما میایم یعنی آیس کازی تارگت سرور را رولش برای این سرور نصب میکنیم، به خاطر اینکه سرور فعلی ما یک استوریج است. ببینید دوستا عزیز، در قسمت سرور منیجر در این قسمت شما وقتی که وارد شدیم در قسمت منیجر شما کلیک میکنیم و میایم بالای قسمت اد رولز شما کلیک میکنیم و بعد از شما برش نکست میگیم، نکست میگیم. با این ویزارد شما آشنایی دارین، کلا مشکل نداره، فقط نکست میگیم و در اینجا ما شما میگیم دوستا از رولز ها ما انتخاب میکنیم آیس کازی تارگت سرور در قسمت استوریج سرویس شما کلیک بکنین و بعد هم شما ایره اکسپاند بکنین، باز بکنین. در قسمت یک رولز ما شما داریم به نام آیس کازی تارگت سرور
با انستال کردن از این ما میتونیم سرور فعلی رو با یک سن استوریج دیوایس نه یعنی تبدیل بکنیم و همچنین میتونیم با داخل ازی یک ورچوال هارد دیسک ما ایجاد بکنیم. نکست میگیم و بعد از هم دو سایز ما شما نکست میگیم و بعد اگر نیاز به ریستارت داره ریستارت شود در اخیر یک باش میگیم بعدا انستال میگیم. ما فعلا انتظار هستیم تا ای که ایسکازی تارگیت سرور بر روی ازی نصب شود و بعد ما بتونیم که ورچوال هارد دیسک ها را ایجاد بکنیم. خب دوستای از حال شما میبینید که ما تانستیم موفقانه ایسکازی تارگیت سرور رو نصب کنیم بر روی سرور فیلی و این سرور فیلی را ما گفته میتونیم که فعلا به یک سن استوریج دیوایس تبدیل شد و حال شما میتونید در قسمت فایل اند استور سرویسز کلیک کنید بخاطر ساختن ایسکازی ورچوال دیسک. به خاطر ساختن ایسکازی ورچوال دیسک شما میتونید بالای قسمت ایسکازی پروتکل شما کلیک کنید و در قسمت شما میتونید لیست از ایسکازی ورچوال دیسک های ایجاد شده را ببینید. پس فعلا اگر ما نداریم به این معنی است که ما تا به حال ایجاد نکردیم نساختیم کدام ایسکازی ورچوال دیسک. حالا اگر شما میخواین یعنی قصد داریم که یک دونه ایسکازی ورچوال دیسک بسازین و این ورچوال دیسک شما من حیث یک حافظه مشترک بین آی فایل سرورها قرار بدین، پس شما میتونید در قسمت تاسک کلیک بکنید و بیاین بالای قسمت نیو ایسکازی ورچوال دیسک کلیک کنید. در اینجا دو سایزیز برای شما یک ویزارد آغاز میشن و که شما در درس های قبل هم خواندین و با این آشنایی دارین و در اسفند شما میتونید که ایسکازی ورچوال دیسک که شما میتونید حالا با آیا میخواین بالای از این سرور فعلی بسازین، میگم که بله. چرا؟ بخاطر از اینکه این سرور فیلی اگر نامش آی پی سرور یعنی آی پی سرور دوم است، در پولی ازی که من حیث آی پی سرور دوم کار میکنم میتونه من حیث یک استوریج هم باشه. ما اینا من حیث استوریج هم قرار داده سرور فیلی ده. پس ما بر روی ازمی سرور فیلی ایسکازی ورچوال دیسک ایجاد میکنیم. پس دو سایز شما میتونید که بین در قسمت تایپس یعنی تایپ اف کاستوم پات کلیک کنین و قسمت براوز کلیک کنین و در اینجا برای شما میگه که آیا اگر شما قصد دارین که یک دانه ایسکازی ورچوال دیسک ایجاد بکنید در کدام موقع میخواین ذخیره سازی شود، ما میگیم که در داخل درایو ای باشه. دوستان شما میتونید انتخاب کنید بعض یعنی سلکت کنید یعنی مسیر شما مشخص ساختید و بعض شما میتونید که نکست بگید. بعد از نکست کردن شما میتونید یک اسم برای ایسکازی ورچوال دیسک خود مشخص بسازید. به طور مثال ما میگیم که بنام چی باشه، به طور مثال میگیم که هایپر وی Hyper-V Storage میگیم باشه. فقط یک نام برش به هر نامی که شما میخواین قصد دارین این را مشخص بسازین میتونین خودتان به دل خود اضافه کنین، فرق نمی کنه. بعد ما شما نکس میگیم و در اسم برتان میگیم که چقدر حافظه میخواین که برای ایسکازی ورچوال دیسک خود شما اختصاص بدین. ما برش میگیم که در حدود 30 جی بی باشه یا 20 جی بی باشه، هر قدر که شما خاص خودتان است. و بعد از اون شما برش میگیم که نکست و در اقسمت شما باید ایسکازی تارگیت بسازید. ایسکازی تارگیت چی است دوستان؟ که در درس‌های قبلی هم براتون تشریح کردم توسط با ایسکازی تارگیت شما میتونید مشخص کنید که چند دانه آی پر وی سرور بتونه به شکل مشترکانه از این ایسکازی ورچوال دیسک استفاده بکنه. پس به خاطر از این ما مجبور مکلف هستیم که ایسکازی تارگیت بسازیم و بعد زیر اختصاص بدیم به ایسکازی ورچوال دیسک خود. پس اگر از قبل داریم میتونین انتخاب کنین، اگر نداریم میخواین که نیو بسازیم، ما شما فقط انتخاب میکنیم نیو ایسکازی تارگیت ان نکست میگیم دو سایز و در اسم ما شما باید برخود این تارگیت خود یا به ایسکازی تارگیت خود یک اسم اضافه کنیم. ما برش میگیم به طور مثال میگیم که به نام آی پر وی باشه یا به طور مثال من میگم که برنامه تست باشه، به هر نامی که شما خواست دارید. نکست میکنید و بعد در اختیار شما میتونید بالای اد کلیک بکنید و در اینجا دو سایز مشخص بذارید، یعنی مشخص بسازید که از استوریج فیلی از ایسکازی ورچوال دیسک فیلی کدام آی پی وی سرور ها بتونن استفاده کنن به شکل مشترکانه. انتخاب کنین یک قسمت بین بالای انتر ولیو فور سلکتینگ تایپ که انتخاب کنین و در اسمان موشما این آی پی آدرس هم میگیریم. دو سایز ببینیم، ما یک دانه آی پی سرور داریم که به نام آی پی سرور یک است، آی پی از 192.168.1.1 است. ما این را تایپ میکنیم آی پیش، بعد از موشما اوکی برش میکنیم.
یک آی پی را ما اضافه کردیم، یعنی یک سرور اجازه دادیم، آی پی سرور اول خود را اجازه دادیم تا بتونه از این iSCSI Virtual Disk استفاده کنه یا از این یعنی حافظه مجازی به شکل مشترکان استفاده کنه. و بعد بالای اد کلیک میکنیم و ما یک آی پی سرور دوم هم داریم دوست عزیز که خودش هست، فقط ما شما در قسمت باز هم انتر ولیو را انتخاب میکنیم و در قسمت آی پی آدرس میگیریم. آی پی خود از این سرور، آی پی سرور دوم ما آی پی 192.168.1.2 است، این را هم ما شما اضافه میکنیم. بعد هم ما شما اوکی برش میکنیم و بعد ما شما آن فعلا میبینیم که دو دانه آی پی سرور ما اجازه دادیم که به شکل مشترکات یعنی مشترکانه بتونن از این iSCSI Initiator Disk استفاده ببخشین از این iSCSI Virtual Disk استفاده بکنن. از دو سایز شما میتونید که بالای بتن Next کلیک بکنید و بعدش هم شما میتونید Next بگوین و در اصل براتون خلاصه از تنظیمات تا نشان میده که شما تنظیمات کردین. بعد میتونید بگوین که Create، بعدا هم شما میتونید Close بگوین. خب دوستا در قسمت شما میبینین که ما یک دانه iSCSI Virtual دسک ساختیم و در اختیار آی پی آر سرور های ما قرار دادیم تا بتونن از این iSCSI Virtual Disk به شکل مشترکانه یا به طور مشترکانه استفاده بکنن. و حال ما مجبور و مکلف هستیم که بر روی از این دو دانه آی پی آر سرور های خود iSCSI Initiator دو سایزیز کانفیگریشن کنیم و یا تنظیمات کنیم. خب دوستا حالا شما میبینید که ما در آی پی آر سرور اول خود قرار داریم و ما مثل دیگه که قبلا هم تشریح کرده بودیم که ما توسط با iSCSI Initiator میتونیم که با iSCSI Virtual Disk ارتباط برقرار بکنیم و داده ها و معلومات خود را داخل دو ذخیره سازی بکنیم. پس دوست عزیز ما به این خاطر بر روی از آی پی سرور اول ما میایم iSCSI Initiator دوستا کانفیگریشن و تنظیمات میکنیم. بالای قسمت تولز کلیک کنیم و در قسمت به نام iSCSI Initiator است. این به شکل اتومات در قسمت میباشه، یعنی نیاز به انستالیشن گپا نداره. فقط شما میتونید کلیک کنید بالای iSCSI Initiator و بعد از کلیک کردن بالای iSCSI Initiator در این قسمت شما میتونید که آی پی سرور را که من حیث استوریج قرار دادین شما در این قسمت تایپ کنید و یا نوشته کنید. ما نوشته میکنیم که 192.168.1.2 و این سرور ما هم شما میدونید که چند بار تکرار هم گفتم که سرور فعلی ما هم یک استوریج سرور است. ما آی پی شنا نوشته میکنیم و بعد از اون ما شما میتونیم که کویک کنکت بگیم و در اصل شما ببینید که کنکت میشه. بعد از شما دم میگیم و فعلا کنکت شد دوست عزیز و بعد ما شما ایده کلوز میکنیم. حالا وقت ما iSCSI Initiator تنظیمات ساختیم، یعنی بیمانا که ما فعلا میتونیم از طریق iSCSI Initiator با iSCSI Virtual Disk ارتباط برقرار بکنیم و داخل از داده ها و معلومات های خود را ذخیره سازی بکنیم. پس دوستا این سرور فعلی میتونه که از طریق پروتکل iSCSI با استوریج با iSCSI Virtual Disk ارتباط برقرار بکنه و دیتا و معلومات خود را ذخیره سازی بکنه. خب دوستان این سرور ما هم بر علاوه که یک استوریج سرور است یک آی پی سرور هم است. پس ما مجبور و مکلف هستیم که برای این سرور هم دوست عزیز ما iSCSI Initiator را فعال کنیم. شما کلیک میکنیم بالای قسمت Tools و بیاییم بالای قسمت iSCSI Initiator. ما شما Yes برش میگیم. خب دوست عزیز در قسمت ما شما میگیم IP سروره که من حیث استوریج کار میکنه دوست عزیز نوشتن میکنیم. 192.168.2 دوستا توجه داشته باشین که سرور فیلی IP خود از این ما نوشته کنیم بخاطر از اینکه خود از یک استوریج است. شما IP را نوشته کنیم Quick Connect بگیم باز او هم شما دن برش میگیم و میبینیم که هم کنکت شد. دوست عزیز حالا میخوایم یک ریویو کنم که تا وقتی خسته نشده باشین دوست عزیز توجه داشته باشین که ما iSCSI Virtual Disk خود را ساختیم و بعد از او iSCSI Target ساختیم، یعنی به ایمانا که چندین دانه سرور خیره که ما قصد داشتیم بتونن از iSCSI Virtual Disk استفاده کنن در اونجا ما اونا را اضافه کردیم، یعنی مشخص ساختیم. و بعد دوست عزیز ما رفتیم بر روی ازی آی پی سرورهای خود iSCSI Initiator را فعال ساختیم تا یکی بتونه از طریق iSCSI Initiator اینا با iSCSI Virtual Disk ارتباط برقرار بکنن. حالا دوست عزیز شما دوباره پس ارتباط برقرار بکنین امرو با آی پی سرور هم یعنی اولتان و بین در قسمت RAM در قسمت شما میتونه شکنین که disk ngmt.mc و در جای وقت شما کلیک میکنین
در اینجا برای شما یک حافظه پیشنهاد میشه دوستای عزیز. ببینید در این قسمت، خب دوستا، حافظه پیشنهاد شده البته دوستای عزیز اونمو حافظه ای است که ما تشریح کردیم به نام آیسکازی ورچوال دیسک. پس دوستای عزیز در حقیقت حافظه پیشنهاد شده آیسکازی ورچوال دیسک ما شما است که در این قسمت برای ما شما نشان داده میشه. در این قسمت ما شما رایت کلیک میکنیم، میره آنلاین میسازیم و بعد از آنلاین ساختن از این ما شما میتونیم اینیشیالایز دسک بگیم و بعد ما شما برش اوکی میگیم و در این قسمت شما میبینیم که ما فعلا میتونیم یک ولیوم اکریت کنیم، یک دونه درایو بسازیم. فقط بالای حافظه آیسکازی ورچوال دسک رایت کلیک کنیم و در این قسمت نیو ولیوم بگیم، نکست 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 فینیش برش میگیم. حالا دوست عزیز شما میبینین که ما تانستیم از آیسکازی ورچوال دسک فعلا استفاده کنیم، یک درایو بسازیم که با نام درایو اف است و مقصد بالای آی پریو سرور دوم خود میرین. دوستا میتونین باز هم در قسمت deskmgmt.msc کلیک کنیم و در قسمت هم شما میتونین که آیسکازی ورچوال دسک هست شما ببینین. فقط در قسمت پایین بین و در اینجا شما میبینین میتونین رایت کلیک کنین، آنلاین بسازین، اوکی، و بعدا هم یک درایو ما شما ساختیم. دوست عزیز شما میبینید که باز هم برنامه درایو چیز درایو اف است دوستا. پس حالا شما میبینید که در این قسمت بین و در قسمت درایو سی شما میتونید برنامه درایو اف را ببینید. هاین درایو در آیپد سرور دوم ما هم است و در آیپد سرور اول ما هم است دوست عزیز. پس حالا برای شما واضح شد که دو آیپلوی سرور فیلی ما میتونن که از طریق پروتکل آیسکازی با درایو فیلی ارتباط برقرار بکنن، یعنی از یک آیسکازی ورچوال دیسک میتونن که به طور مشترکانه استفاده کنن. هم آیپلوی سرور یک میتونه استفاده کنه و هم آیپلوی سرور دوم میتونه استفاده کنه. پس داده ها و معلومات خود را میتونن که داخل یک آیسکازی ورچوال دیسک ذخیره سازی بکنن. خب دوستای عزیز شما میبینید که ما دوباره با آیپد سرور اول خود ارتباط برقرار کردیم و میخوایم که فیل اوور کلاس را بر روی از این نصب کنیم. دوستا توجه داشته باشین، اگر شما به داخل این شبکه تان یک دانه سرور جداگانه را قرار میدین و یا یک دانه کلاینت را قرار میدین، میتونین دوستای عزیز بر روی از اینا فیوچر فیل اوور کلاس را شما دوستای عزیز نصب کنید و بعد تمام آیپد سرورهایی که به داخل این شبکه تان وجود داره میتونین بگید که به عنوان نوت با داخل از اینا شما اضافه کنید. یعنی به این معنی که ما میتونیم یک کلاینت و یا یک سرور جداگانه را هم قرار بدیم تنها خاص به خاطر فیل اوور کلاستر، اما دوست عزیز نیاز نیست. ما میخوایم که فیل اوور کلاسترینگ در خود آیپد سرور یک برابر بندازیم، راه اندازی کنیم. پس دوستا شما بین بالای قسمت تولز کلیک کنید و در اینجا شما بیاین بالای منش کلیک کنید، بالای اد تولز اند فیوچر کلیک کنید و در این قسمت شما میتونید بالای نکست بیاین، نکست باز هم next و باز هم next میگیم. در این قسمت مشمداتی به نام در قسمت فیوچرز بیاین بالای فیل اوور کلاسترینگ شما کلیک کنین و برتون میگه که شما اگر میخواین فیل اوور کلاسترینگ رو نصب کنین، اینی فیوچرهای دیگه هم نصب میشه با فیل اوور کلاستر که نیاز فیل اوور کلاستر است. ما میگیم درست است، مشکل نیست، اد فیوچرز میگیم و بعد مشما next میگیم. اگر با ریستارت نیاز داشت ریستارت کنه یا ازش میگیم و انستال میگیم، میمونیم انستال شد. باز هم دوست عزیز شما باید ارتباط برقرار کنیم با آیپد سرور دوم تا که اینستال میشه ما شما میریم که فیل اوور کلاستر را بر روی آیپد سرور دوم هم نصب کنیم. میم باز هم بالای قسمت منش کلیک میکنیم، بالای اتول سر فیوچرز ما شما کلیک میکنیم و بعد از او ما شما میم دوست عزیز در قسمت نکست، بعد از کلیک کردن بالای نکست باز هم نکست میگیم، باز هم نکست میگیم، باز هم نکست میگیم که در قسمت فیوچرز قرار بگیریم و در اینجا مشما داریم بنامه فیل اوور کلاستر، مشما اد فیوچرز میگیم، نکس میکنیم و باز هم این را انستال میگیم. دوست عزیز ما انتظار هستیم تا اینکه فیل اوور کلاستر بر روی آیپد سرور اول و آیپد سرور دوم موفقانه نصب شوه و بعد برای مشما تنظیمات لازم انجام بدیم. خب دوست عزیز همان طوری که شما میبینین فیل اوور کلاستر موفقانه انستال شد بر روی آیپد سرور اول و بر روی آیپد سرور دوم ما. حالا دوباره برمیگردیم به آیپد سرور یک دوست عزیز و در قسمت تولز ما شما کلیک میکنیم، میایم بالای کنسول آیپد وی بوسن فیل اوور کلاستر منیجر کلیک میکنیم و دوست عزیز شما میتونید با کلیک کردن
فیل اوور کلاسترینگ منیجر شما میتونید که کنسول، یعنی وارد کنسول فیل اوور کلاستر شید. دوست عزیز توجه داشته باشید که از این کنسول شما میتونید که یک فیل اوور کلاستر جدید بسازید و همچنان میتونید که فیل اوور کلاستر هایی که از گذشته ساخته شده میتونید از این قسمت رو پیکربندی و یا مدیریت کنید و همچنان تنظیمات لازم رو بالاش انجام بدید در کل. خب دوستان، حالا بعضی از گزینه ها که در قسمت هست میخوایم اینا رو براتون تشریح کنم. اولین گزینه ای که ما داریم در قسمت برنامه مول دیت کانفیگریشن به ایمانو که ما توسط به این گزینه میتونیم چی کنیم که کدام سرورها با داخل شبکه واجد شرایط هستند که ما میتونیم با داخل فیل اوور کلاستر بسازیم و با انتخاب کردن گزینه دوم ما میتونیم دوست عزیز یک فیل اوور کلاستر جدید بسازیم و دوست عزیز ما شما میتونیم با انتخاب کردن گزینه کانکت تو کلاستر، یعنی به ایمانا که ما میتونیم با کلاستر که ساخته شده با او ارتباط برقرار بکنیم و میتونیم که او را ادیت بکنیم، اصلاح بکنیم و تنظیمات لازم رو بالاش انجام بدیم. پس دوست عزیز، همه قسمی که شما میبینید ما ضرورت به یک فیل اوور کلاستر جدید داریم و بعد ما شما بالای کریت کلاستر کلیک بکنیم. خب دوست عزیز، در قسمت یک ویزارت آغاز میشه، ما شما نکس برش میگیم و در قسمت دوست عزیز توجه داشته باشین تمام سرورهایی که به داخل شبکه وجود داره به عنوان نود به داخل یک فیل اوور کلاستر اونا را اضافه میکنین. شما مجبور مکلف هستین که آی پی از اونا را در قسمت نشه کنین یا بالای براوز شما کلیک کنین و در قسمت ادوانس برین و در قسمت فایند ناو بگین و سرورهای شما را براتون نشان میده، یعنی سرچ میکنه. پس دوست عزیز، یا از این قسمت ببینین ما شما دو دانه آی پی وی سرور داریم در قسمت، ما میتونیم از قسمت انتخاب کنیم و برشان بگیم که اوکی و در غیر از او شما میتونیم در قسمت مستقیم آی پی شناو شد کنیم. به طور مثال ما میم 192.168.1.1 باشه آی پی وی سرور اول ما و شما آی پی ش 1.2 سایز توجه داشته باشیم در سلاید که براتون تشریح کردیم ما یک کارت شبکه را مشخص به فیل اوور کلاستر ساخته بودیم یا میتونیم آی پی از اون رو در قسمت نوشته کنیم ما میگیم که اد شود و اما قسم شما میبینیم که فعلا اضافه میشه و همچنان آی پی وی سرور دوم ما هم 192.168.1.2 از آی پی شیر هم ما شما اضافه میکنیم، اد برش میکنیم و حال شما دوست عزیز میبینیم که دو دانه آی پی وی سرور ما را ما به عنوان نود به داخل فیل اوور کلاستر اضافه کردیم. بعد ما شما نکس میگیم، بعد گزینه نور انتخاب بدین، نکس برش بگوین و در اسم شما یک نام مشخص بسازین به خاطر آی پی وی، یعنی به خاطر فیل اوور کلاستر خود. دوست عزیز که ما به نام آی پی وی کلاستر مشخص ساختیم و قسمت نتورک دوست عزیز شما میتونید مشخص کنین که یک سیستم ادمنستریتور اگر یک کامپیوتر در پیش رویش است از کدام رنج آی پی بتونه با فیل اوور کلاستر ارتباط برقرار بکنه همیشه این کانفیگریشن و تنظیمات لازم رو بالاش انجام بده. دوستا اگر یادتون باشه من یک رنج آی پی را انتخاب کرده بودم که تمام دیوایس هایی که داخل شبکه بودن با هم ارتباط داشتن، ارتباط برقرار میکردن. به طور مثال دومین کنترلر ما شما از این رنج آی پی داشت، آی پی سرور های ما شما از این رنج آی پی داشت. طبعا یک کلاینتی که در پیش است یک سیستم ادمنستریتور ماندگی است از این رنج آی پی میده که به داخل شبکه میشه وصل باشه. پس ما مشخص میکنیم که از این رنج آی پی اجازه براش است که بتونه فیل اوور کلاستر رو دوست عزیز این مدیریت بکنه. پس به خاطر ازی ما با فیل اوور کلاستر ما مجبور مکلف هستیم که یک آی پی را مشخص بسازیم که یک سیستم ادمنستریتور توسط به کدام آی پی بتونه با فیل اوور کلاستر ارتباط برقرار بکنه و او را تنظیمات بکنه. پس ما میگیم که آی پی 100 مشخص میکنیم یا آی پی 50 را مشخص میکنیم که بتونه توسط به اینمی آی پی با فیل اوور کلاستر ارتباط برقرار بکنه و تنظیمات لازمه همیشه انجام بده. نکست برش میگیم. خب دوست عزیز، همه قسمی که شما میبینین موفقانه ما تونستیم یک فیل اوور کلاستر را بسازیم، بعد از اون موشمو فلش میگیم. خب دوست عزیز، شما میبینین که ما تونستیم موفقانه دو آی پی وی سرور را به عنوان نودز به داخل فیل اوور کلاستر اضافه کنیم و در داخل فیل اوور کلاستر شما یک تعداد از تنظیمات دیگر میبینین و اگر شما دوست عزیز بالای قسمت نودز کلیک میکنین در این قسمت میبینین که تعداد آی پی وی سرور ها را ما به داخل فیل اوور کلاستر اضافه کردیم به عنوان نود. البته این نود ها را ما میتونیم که نود های موجود به داخل یک فیل اوور کلاستر بگوییم. دوست عزیز، خب دوستا در قسمت بالا ما شما داریم به نام رولز. در این قسمت ما شما میتونیم تمام سرویس های خدماتی را مشاهده کنیم که توسط به فیل اوور کلاستر ارائه میشه
و در صورت ضرورت ما میتونیم یک سرویس جدید اضافه کنیم. دوستان عزیز، خب دوستان، قبل از اینکه من یک سرویس جدید به خدمت رولز اضافه کنم، یک موضوعی که فراموش شده براتون میخوایم بگم. ببینید دوستان عزیز، شما در قسمت نوتس وقتی کلیک میکنید، تمام نودهای اشتراک کننده را به داخل فیلوور کلاستر شما مشاهده کرده میتونید. حالا اگر شما قصد دارید که یکی از نودهای دیگه را که میخواهید به داخل فیلوور کلاستر اشتراک کنه، یا یکی از هایپرویو سرورهای دیگه را شما میخواهید که به عنوان نود به داخل فیلوور کلاستر اضافه کنید، فقط کافی است که بالای قسمت گزینه اد شما کلیک کنید. دوست عزیز، این موضوع بسیار مهم است که فراموشتان نشه. پس حالا دوست عزیز، شما وارد رولز میشیم و در قسمت ما قبلا هم یادآوری کردیم، گفتیم که ما میتونیم که تمام سرویسز های که از طرف فیلوور کلاستر ارائه میشه مشاهده کنیم، تنظیمات کنیم، پیکربندیش کنیم و همچنان اصلاح کنیم و همچنان میتونیم شما در صورت ضرورت یک سرویس جدید شما اضافه کنیم. پس دوست عزیز، ما میخوایم که در قسمت یک ورچوال ماشین ایجاد بکنیم. ورچوال ماشین ایجاد بکنیم دوست عزیز، و بر از اون ما شما یک های اویلیبیلیتی در مد نظر بگیریم. های اویلیبیلیتی به این معنی که اگر در صورتی که یک هایپرویو سرور از کار میفته، بنابر هر مشکلات بتواند توسط به هایپرویو سرور دوم اجرا شود، تا اینکه کارمندهایی که داخل شبکه کار میکنن کدام داون تایم، کدام ممانعت برشان ایجاد نشه، کدام وقفه برشان به وجود نیاید، تا بتوانند از خدمات و یا سرویس هایی که بر روی از ورچوال ماشین وجود داره استفاده بکنن. خب دوستان، حالا به خاطر ساختن یک ورچوال ماشین شما کلیک کنید در قسمت ورچوال ماشین و بالای قسمت نیو ورچوال ماشین شما کلیک کنید و بعد در قسمت شما تمام نودهای اشتراک کننده به داخل یک فیلوور کلاستر مشاهده میکنید و بر شما میگه که ورچوال ماشین شما فعلا میخواین با کدام، یعنی بر روی کدام یکی از هایپرویو سرورها اینستال بکنید. ما میگیم به طور مثال، ما میگیم که بر روی هایپرویو سرور اول ما شما که به نام سرور 2019 است و میخواییم نصب کنیم، این انتخاب میکنیم و شما اوکی برش میگیم. خب دوست عزیز، فعلا شما میتونید که گزینه نکست کلیک بکنید، انتخاب کنید و در اسمش شما میتونید یک نام با ورچوال ماشین خود انتخاب کنید و در اصل ما میگیم که به نام ورچوال ماشین یک باشه. دوست عزیز، خب دوست عزیز، بعد از اضافه کردن نام برای یک ورچوال ماشین شما میتونید که مسیرش انتخاب کنید که ورچوال ماشین فعلی در کجا ذخیره سازی شود. خب طوری که ما شما تشریح کرده بودیم دوست عزیز، ما یک حافظه مشترک ساختیم و ما باید اونمو حافظه را انتخاب کنیم دوست عزیز که در ما قسمت باید ذخیره سازی شود. یعنی یک فضای مشترک ما شما داشتیم که بین ورچوال ماشین ها ما ایجاد کرده بودیم، تا اینکه ورچوال ماشین ها بتونن که داده ها و معلومات خود را در وجود ذخیره سازی بکنه. البته دوست عزیز، توجه داشته باشید ورچوال ماشینی که ما فعلا میسازیم به داخل خود هایپرویو سرور فعلی به شکل لوکال ذخیره سازی نمیشه، به خاطر از اینکه ما یک فضای مشترک ساختیم که به نام آیسکازی ورچوال دسک بود. پس ما دو سایز بالای براوز کلیک میکنیم، مسیرش مشخص بزنیم، بالای دسک پی سی میریم که ما به نام درایو اف داشتیم دو سایز. در اصل درایو اف ما شما اونمو آیسکازی ورچوال دسک ما شما است که ما شما انتخاب میکنیم و بعد از اون ما شما نکست میگیم. پس توجه داشته باشید دو سایز، در این قسمت ما ورچوال ماشین یک به داخل آیسکازی ورچوال دسک ساختیم و هایپرویو سرور دوم ما هم میتونه که از فضای مشترک استفاده کنه، یعنی از آیسکازی ورچوال دسک استفاده کنه. پس وقتی ورچوال ماشین به داخل ذخیره سازی باشه، توسط با هایپرویو سرور دوم هم میتونه قابل اجرا باشه. خب دوستان عزیز، ما شما پیش میریم، نکست میگیم، باز هم ما شما نکست میگیم. ما میتونیم حافظه رم برای ورچوال ماشین فعلی اختصاص بدیم، ما میگیم 1 جی بی باشه، نکست برش میگیم، نکست. و باز هم در اسم دوستان عزیز توجه داشته باشیم که برای شما میگه که یک ورچوال هارد دیسک برای ورچوال ماشین خود بسازید که در داخل شما باز بتونید آپراتینگ سیستم نصب یا اینستال بکنید. حالا دوست عزیز، شما میتونید که باز هم ورچوال هارد دیسک فعلی را هم به داخل آیسکازی ورچوال دیسک که به نام درایو اف است شما ذخیره سازی بکنید که تمام داده ها و معلومات های ازی به داخل ازمی درایو، به داخل ازمی آیسکازی ورچوال دیسک باید ذخیره سازی شود. چقدر حافظه برش میخواین؟ به طور مثال ما میگیم که در حدود 20 جی بی باشه. نکست ما شما میگیم و در قسمت برای شما روش انستالیشن سیستم عامل به داخل یک ورچوال ماشین نشان میده که ما قبلا تشریح کردیم. فقط ما شما میگیم بعدا ما میخوایم سیستم عامل نصب کنیم، نکست میگیم، بعد از در آخر بر ما شما مکمل اما خلاصه تنظیمات ما رو نشان میده، ما بعدا برش میگیم که فش. حالا ما شما میبینیم که برای ورچوال ماشین خود
و توجه داشته باشین دوست عزیز، توسط به اینمی وزارت میتونه که های اویلیبیلیتی هم دوست عزیز تنظیم شود. خوب دوست عزیز، حالا شما وضعیت میبینید که ورچوال ماشین فعلا توسط به آی پی سرور اول در حالت اجرا است و تمام کارمند های شبکه فعلا میتونن که از خدمات و سرویسز هایی که بر روی ورچوال ماشین یک است استفاده کنند، فعلا در حالت کار هستند. اگر در اینجا دوست عزیز آی پی سرور اول ما بنابر هر مشکلات از بین میره، دفعتن آی پی سرور دوم میتونه که ورچوال ماشین یک اجرا کنه تا اینکه برای کلاینت هایی که به داخل شبکه کار میکنن برای اینا هیچ کدام داون تایم وجود نداره یا با هیچ داون تایم اینا مواجه نشن و یا هیچ وقفه برای اینا ایجاد نشه و اینا بتونن که از همون خدماتی که برای ورچوال ماشین یک از استفاده بکنن. دوستان این سناریو رو شما میتونید خوبتر چک کنین در قسمت نوت بیاین بالای آی پی سرور اول ما شما که است رایت کلیک کنیم بالای پاوز بین برش میگین که درن رولز. پس با کلیک کردن از این آی پی سرور اول ما در حالت پاوز قرار میگیره، یعنی به این معنی که فکر کنین مشکل پیدا کرد و در وقت وقت شما بالای رولز میرین میبینین که ورچوال ماشین یک توسط با آی پی سرور دوم باز اجرا میشه. در اینجا آی پی سرور دوم اسمش میاد، یعنی به این معنی که فیل اوور کلاستر بسیار سریع کار کرد، بسیار زودتر کار کرد که ورچوال ماشین یک توسط با آی پی سرور دوم اجرا کرد تا اینکه کدام داون تایم به وجود نره. پس دوستان عزیز مثل که ما در سلاید تشریح کرده بودیم گفتیم که کلاستر میتونه یا فیل اوور کلاستر میتونه که یک های اویلیبیلیتی را ایجاد بکنه بین سرویس ها و اپلیکیشن ها. پس شما های اویلیبیلیتی را به شکل عملی در فیل اوور کلاستر دیدین که واقعا فیل اوور کلاستر میتونه با سرویسز ها و اپلیکیشن ها یک های اویلیبیلیتی را ایجاد بکنه. امیدوار هستم که موضوعات گرفته باشید. یک کم موضوع مشکل بود فیل اوور کلاستر، باز هم شما گوش کنید، بار بار تکرار کنید، پرکتیس کنید که مشکلتان حل شود. در صورت پیدا کردن مشکل میتونید در ویدیوی مربوطه شما کامنت کنید تا موتان مشکل شما را حل کنم. دوست عزیز خب دوست عزیز دوباره برگشتیم به سلاید و بر شما توصیه میکنم که شما اگر میخواید فیل اوور کلاستر را راه اندازی کنید، نظر به سناریویی که در سلاید براتون تشریح کردم پیش برید. در سناریویی که من پیش رفتم اگر شما پیش برید دوچار مشکلات بسیار زیاد میشه. من از 4 دانه سرور 2 تا استفاده کردم، از 3 دانه کارت شبکه من 1 دانه استفاده کردم. طبعا در کانکتیویتی ها مشکلات زیاد پیدا میکنیم و شما موفق نمیشین که فیل اوور کلاستر را موفقانه استفاده کنید. پس شما دوست عزیز یک کامپیوتر با منابع سخت افزاری بالاتر پیدا بکنید تا اینکه بتونید فیل اوور کلاستر را بر راحتی کار کنید. باز هم ما فقط عملی دیده کار کردیم در سناریویی که پیش رفتیم، فقط به خاطر کار کردم که شما یک راهنمایی شوید، یک آیدیا پیدا کنید که بتانید در دنیای اصلی در ریل انوایرمنت شما فیل اوور کلاستر را راه اندازی کنید. باز هم تشکر از حمایت شما دوست عزیز، امیدوارم که همیشه وقت خوش و خوشحال باشید، در پناه الله باشید. در اخیر از شما میخوام که به حق من دعا بکنید. الله حافظ و نگهدار شما.